فاصله متراژ شاخص تا قبر گنجدار دقیق چند متر هست؟ البته بستگی داره به جایگاهی که قلعه برجک نگهبانی رو داشته باشه و اینکه این نوع قبرها با شاخص یک مقدار رمزگشایی اعداد داخلش هست و جزء قبرهایی هستن که از رمز اعداد استفاده شده. با سلام و درود خدمت کاوشگران عزیز، قبل از اینکه شروع بکنم ممنون میشم که تا آخر این کلیپ همراه باشید و لایک و سابسکرایب یادتون نره. خب ببینید دوستان، اینا مربوط میشه به قبرهای رمزدار. خب قبرهای رمزدار، ببینید قلعه باید باشه اینجا. قلعه یکی از فاکتورهای خیلی مهم جایگاه که من میگم باید حتما باشه، یک و برجک نگهبانی. این برجک و قلعه در دید هستند. خوب توجه کنید به این موضوع، این مخصوص کاوشگرهایی هستند که دنبال قبر هستند، همونایی که ما بهشون میگیم قبر باز. البته خب هر کسی دیگه توان مالیش در حد یه قبره، ولی چیزایی که خوب باشه ارزشمنده. ببینید اگر قلعه برجک یک فاصله زمانی رو داشته باشه، چقدر؟ 200 متر. خیلی مهمه، قشنگ توجه کنید، 200 متر باشه، فاصله دیدبانی خود برجک خب تا اون قبر گنجداری که وجود داره 100 متره. اینو نصف میکنید. خب اگر محیط از بین رفته باشه ولی برجک قلعه باشه، فاصله رو بگیرید. خب اگر باشه شما این رو نصف کنید، 100 متر به محیط قبرستان. خب برجک معمولا مشرف به قسمت تقریبا قبرستان و کاملا دید داره به اون جایگاه. ما میشه میگیم داخل این قبرستان، خب داخل این قبرستان معمولا چند تا قبر خوب داره، چند تا قبر خوب. حالا شاخصه ای که مخصوص یک قبر گنج داره اینجا، اگر ببینید اگر دو تا شاخصه باشه، سه تا شاخصه باشه، برمیگرده به قبرهای یهودی، چون همیشه قبرهای یهودی یک سنگ هرمی دارن با چند تا قبر در کنارش. خب و اگر فقط یک شاخصه هرمی باشه، خب یا حالت تقریبا هرم تراش در حد شباهت به هرم تراش باشه، خب باز هم قبوله. اگر یکی باشه فاصله رو در نظر بگیرید دور تا دور. ببینید اگر پشت این چیزی نباشه، شما جلو رو نگاه کنید، ببینید در داخل این قبرستان خب اونایی که من میگم باید خوشگل، سنگچین خوشگل داشته باشه، قشنگ محدوده خیلی قشنگی در بالای تپوله، بالای تپه یا تختگاه باشه، شاخصاً در یک جا قرار داره. متراژ کنید دوستان، متراژ کنید، 100 قدم بردارید، 100 قدم در جهت این جهت ها رو خوب توجه کنید. به خاطر این میگم خوب توجه کنید، چون باید اگر شده یه هفته وقت بذارید بیایید هر روز تمرین کنید. خب در جهت های شرق، شمال شرقی، جنوب شرقی، اینا رو حتما 100 قدم 100 قدم بردار. مهمترین شرق دوستان، خب در جهت شرق، خب 100 قدم در این مسیر، 100 قدم در این مسیر، 100 قدم در این مسیر. خب بیشتر در جهت برجک شما قدم بردارید. در این محدوده یکی دو تا قبر هست، خب یکی دو تا قبر هست، ما بین اینها ببینید کجا سنگچین خوشگل داره قشنگ و آثار علائم کوچکی از اسکنه یا فلش یا شیار داشته باشه. این خیلی مهمه، چون این نشون میشه با این. و 100 قدم بردارید ببینید به کدام یک از اینها برخورد میکنید. و یک نکته جالبتر اینه که
ببینید اگر که برجک و شاخص همزمان 100 متر باشه، مثلا از اینجا یه قبری رو نشون بده برجک تا اینجا 100 متر باشه و اینجا هم تا این قبر 100 متر باشه، خب دقیقا قبر شما این یکی قرار داره. پس حتما متراژ ها رو قدم و دقیق بردارید تا بتونید این رو پیدا بکنید. خب مهمترین چیزی که اینجا هست یکیش وجود قلعه چیز برجک و قلعه هست. اگر اینا باشن خب معمولا قبرستان همیشه در جایگاه خودش تا حدی میمونه. چرا؟ چون معمولا این سنگچین ها همیشه هستن، ولی شاخصه ها ممکنه تخریب بشه به وسیله چوپان ها، به وسیله مردم، دلایل زیاده هست. خب اگر گفتیم اینا نباشن قلعه که دیوارش میمونه میشه. خب قلعه، برجک، اینا هرچی باشه چون در قسمت ارتفاعات قرار دارن همیشه رگ سنچینش، دورچینش باقی میمونه. پس بدونید اگر باز هم اینا کلا نابود شده باشه ولی جایگاه باستانی باشه، شما اگر قلعه رو پیدا بکنید، برجک رو پیدا بکنید و شاخص هم اگر از بین رفته باشه، شما میتونید قبرستان رو با قدم هاتون بردارید از نقطه برجک اگر شاخص از بین رفته باشه. شاخص هم اگر تیکه تیکه هم بشه باز مکانش رو میدونید که اینجا هست. خب از اینجا میتونید قدم بردارید. ببینید این نکات خیلی میلیاردیه، واقعا میلیاردیه. حیفی این ویدوها رو از دست ندید دوستان. اینا تجرباتی بوده که تو محیط انجام شده که ما میایم تو وایت بورد داریم به نمایش میذاریم. خب اینی که تو محیط میریم آقا داستانش چطوری هست، در عکس واقعا وقتی که تو محیط میری آسمون به زمینه، یعنی چیزی که اینجا توضیح داده میشه تا محیط آسمون به زمینه. ولی یه چیزی که من میگم بهتون، همیشه کامنت ها رو بخونید. خب هر کسی که قبری داشته، جایگاهی رو داشته، تدابقت داده به آموزش‌های ما کاملا دقیقه. چرا؟ من خودم تو محیط بودم که این رو میگم و برداشتم اون جزئیاتو. به خاطر این میگم که خیلی میلیاردی این آموزش‌ها واقعا به دردتون میخوره. توجه کنید به اون جایگاه و اون نقطه حتما میرسید. پس دقت کنید چیزایی که مهمه. اگر اینا رو شما پیدا کردید در جهت شرق، شمال شرقی، جنوب شرقی 100 قدم رو بردارید، ولی در جهت بیشتر اگر امکان داره برجک نگهبانی. شما اگر قدم هاتون رو درست بردارید و مسیر و جهتتون رو درست بردارید 100% به یکی از این قبرهای خوشگل برخورد میکنید. معمولا برجک اگر باشه دیدبانی چند تا قبره، نه که تمام قبرستان، چند تا قبر، نهایتا 4 تا قبره. اگر شما 4 تا قبر رو اینجا داشته باشید دیگه بستتون. همون خطاب به قبربازهامون میگیم که همین بستشونه، تمام شد رد. یعنی داخلش حداقل 7-8 میلیارد تومان اجناس داره که با ارزش باشه. چرا؟ دلیل برجک نگهبانیه، دیدبانی داره. دیدبانی به خاطر چیه که بیاد یه چیزی رو بذاره اون بالا دید بزنه اینا دست نخورند. مهمه. پس مهمه چه از لحاظ اشخاص چه از لحاظ اموالشون. پس بدونید این اشخاص داخل این قبرستان مهم بودن. حالا دفینه شخصی، اشخاص شخصی، اشخاص حکومتی هستن. پس جدی بگیرید و اموال به ارزشی رو دارن، زر 100% پیدا میشه داخلشون با این نکاتی که من شرط دادم. ممنون و سپاسگزارم. لایک یادتون نره، لایک زدن شما با اسمش دوستان عزیز بیشتر دیده بشه برای کسی که هزینه نکنه، همین آموزش بشه براش یک تقریبا بدون هزینه به اموال بسیار با ارزشی دست پیدا بکنه. پس یادتون نره اگر مشترک نیستید مشترک رو هم بزنید و قسمت زنگوله رو هم فعال بکنید. با تشکر، خدا یار و نگهدارتون.